سلام، امروز اومدیم ترانسفورماتورها رو بررسی بکنیم و ببینیم چطور کار میکنن، پس لطفاً با ما همراه باشید. هممون میدونیم که برق شهری 220 ولته، اما نیروگاه ها هم همینقدر تولید میکنن؟ خب قطعا نه، اونجا ولتاژ ممکنه به صدها هزار ولت هم برسه. پس چطور این برق عظیم و خطرناک بدون این که خونه هامون رو بترکونه وارد پریز خونه ها میشه؟ راز ماجرا توی یک دستگاه شگفت انگیز به اسم ترانسفورماتورها. اما ترانسفورماتور دقیقاً چیه؟ میخوایم یه تعریف خیلی ساده ازش داشته باشیم. ترانسفورماتور یا به اختصار ترانس مثل یک مترجم بین دو دنیای برقه. میتونه ولتاژ رو بالا یا پایین ببره بدون این که اتصال مستقیمی بین ورودی و خروجی داشته باشه. یعنی برق از سیم اول وارد میشه، از سیم دوم هم خارج میشه، اما این دو هیچ گونه تماس فیزیکی با هم ندارن. انرژی بینشون از طریق یک میدان مغناطیسی منتقل میشه، انگار که یه دست نامرئی برق رو جابجا میکنه. همه چیز از جریان متناوب AC شروع میشه. اگه دوست داری بدونی جریان AC و DC چطور کار میکنه، یک انیمیشن جدا برای ساختم، لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدم یا انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. بریم ادامه بحثمون. AC جریانی که مدام جهتش عوض میشه، باعث میشه اطرافش یک میدان مغناطیسی در حال تغییر شکل بگیره. حالا اگه یه سیمپیچ دیگه بهش نزدیک باشه، اون میدان متغیر توی سیم دوم هم ولتاژ القا میکنه. یعنی بدون تماس فیزیکی برق از سیمپیچ به سیمپیچ دیگه منتقل میشه. به این پدیده میگن القای الکترومغناطیسی، همون اصلی که پایه همه ترانسفورماتورها، ژنراتورها و موتورهاست. یه مثال جالب و ساده، فکر کن یک سنگی رو بندازی توی آب و موج حاصل از اون سنگ یک قایق خیلی کوچولو رو که نزدیکشه تکون بده. بدون این که سنگ به قایق بخوره ما تونستیم یک قایق رو تکون بدیم. سیمپیچ اول هم دقیقاً مثل اون سنگه و سیمپیچ دوم همون قایق، فقط به جای موج آب موج مغناطیسی داریم. حالا جادوی ترانسفورماتورها توی نسبت تعداد دورپیچ‌های اون سیمپیچه که بهش میگن نسبت تبدیل. اگر سیمپیچ ثانویه، همون دوم یا سیمپیچ خروجی، تعداد دورش کمتر از اولیه باشه، خب ولتاژ کمتر میشه که بهش میگن ترانس کاهنده. و برعکس، اگر سیمپیچ ثانویه دورش خیلی بیشتر باشه، ولتاژ زیاد میشه که بهش میگن ترانس افزاینده. مثال، فرض کن سیمپیچ اولیه 100 دور داره و سیمپیچ ثانویه 10 دور. اگر 220 ولت به اولیه بدیم، خروجی میشه حدود 22 ولت، دقیقاً 1/10 اون. همین باعث میشه شارژرهای گوشیمون از برق خطرناک 220 فقط 5 ولت تولید کنه تا امن باشه. هر جا که برق هست رد پای ترانس هم هست، از دکل‌های انتقال برق گرفته تا آداپتورهای مختلف. در آداپتورها ترانس‌های کوچیک وجود دارن که ولتاژ زیادی رو به مقدار مناسب اون دستگاه کاهش میدن. تلویزیون‌ها، آمپلیفایرها و بلندگوها هم ترانس‌هایی دارن. در منابع تغذیه مدرن مثل شارژر لپتاپ از ترانس‌های با فرکانس بالا استفاده میشه که کوچیکتر و سبکتر هستن، چون در فرکانس‌های بالا نیاز به هسته بزرگ نیست. حالا بریم سراغ دنیای بزرگتر. در نیروگاه‌ها ژنراتورهای برق رو در ولتاژ مثلا 11000 ولت تولید می‌کنن. اما اگر بخوای همین برق رو با این ولتاژ تا شهر بفرستی، نصفش توی مسیر به گرما تبدیل میشه. اینجاست که ترانس‌های افزاینده وارد عمل میشن. اونها ولتاژ رو بالا می‌برن مثلا تا 400000 ولت. جریان رو کم میکنن و تلفات به شدت پایین میاد. وقتی اون برق به شهر رسید، حالا ترانس‌های کاهنده دوباره اون رو پایین میارن، از صدها هزار ولت به 220 ولت خانگی. در هر پست برقی که میبینید یک یا چند ترانس بزرگ در حال انجام همین کاره. بدون ترانس انتقال برق در مسیر طولانی اصلا ممکن نبود، ناچار بودن که نیروگاه رو نزدیک به هر محله‌ای بسازن. اما درون ترانس دقیقاً چه خبر؟ توی هر ترانس دو سیمپیچ اصلی وجود داره. سیمپیچ اولیه که به برق وصله و ثانویه که ولتاژ القا شده رو میگیره و به مدار بعدی میده. و هر دو روی یک هسته آهنی چند لایه پیچیده شدن تا
تا تلفات به خاطر جریان‌های گردابی کمتر بشه. این جریان‌ها در واقع مسیرهای ناخواسته‌ای هستند که داخل هسته شکل می‌گیرن و باعث گرم شدن میشن. به همین دلیل هسته‌ها چند لایه ساخته میشن تا مسیر حرکت این جریان‌ها شکسته بشه که بهش تلفات گردابی میگیم. شاید وقتی از کنار یه ترانس برق رد میشیم یه صدایی به گوشمون برسه. اون صدا دقیقاً ارتعاش ورقه‌های فلزی در اثر تغییر میدان مغناطیسیه. به خاطر ساختار آهنی و سیم‌های مسی ضخیم، ترانس‌ها معمولاً سنگین و حجیم هستن. ترانس‌های بزرگ شهری حتی با روغن خنک میشن که بیش از حد داغ نشن. حالا بریم سراغ یک جمع‌بندی کلی. ترانسفورماتورها یکی از بهترین اختراعات بشر هستن. راندمانشون معمولاً بین 98 تا 99 درصده. یعنی فقط بخش خیلی کوچیکی از انرژی رو به صورت گرما تلف میکنن. و اگر درست طراحی بشن سالها بدون وقفه کار میکنن. و جالبه بدونیم ترانس هایی که 100 سال پیش توی نیروگاه ها نصب شدن بعضی هاشون هنوز هم دارن بی صدا برق رو منتقل میکنن. از دکل های غولپیکر در بیابان ها تا آداپتور های کوچیک روی میز همه از یک قانون ساده پیروی میکنن، القای مغناطیسی. ترانسفورماتور شاید هیچ وقت دیده نشه، اما بدون اون هیچ کدوم از لامپ‌ها و کامپیوترها و گوشی‌هامون روشن نمیشن. پس دفعه بعد که گوشیت رو روشن می‌کنی، یادت باشه یه قهرمان بی‌ادعا داره اون ور سیم برات کار می‌کنه که اسمش ترانسفورماتوره. اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتماً کانال هوک رو داشته باش که کلی انیمیشن علمی در راه داریم. بدرود.